حامیان زخمی یک نامزد انتخابات پارلمانی، قربانیان یک حمله انتحاری با گرد همایی انتخاباتی در ولسوالی کامه ننگرهار در شرق افغانستان، 14 کشته و بیش از 40 زخمی. مقام های امنیتی پیشتر در مورد خطر حملات جنگجویان با کارزارهای انتخاباتی هشدار داده بودند. این حمله چند روز پیش زنگ خطر جدی‌تری را در مورد امنیت انتخابات پیش رو به صدا درآورد. از دولت می خواهیم امنیت کارزارهای انتخاباتی نامزدان را تامین کند. از نامزدان هم تقاضا داریم وقتی قادر به تامین امنیت گرد همایی تان نستید، مردم را دعوت نکنید، چرا که منجر به کشته شدن افراد بیگناه می شود. روند انتخابات پارلمانی امسال همواره با ناامنی ها و حملات روبرو بوده. در اولین روزهای ثبت نام رای دهندگان، یک مرکز توزیع شناسنامه ها که در این خانه موقعیت داشت در غرب کابل مورد حمله قرار گرفت که حدود 70 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی به جا گذاشت. گستره ناامنی و تلفات ناشی از خشونت ها همین چند ماه پیش وزرای امنیتی دولت را تا آستانه ترک کابینه پیش برده بود. به نظر می رسد که انتخابات پیش رو آزمون سختر را پیش روی این مقام ها قرار داده. وزارت داخله در رأس مشترکاً با وزارت دفاع ملی و امنیت ملی ما یک پلان امنیتی مشترک ساختیم که او پلان طبعاً جزئیات خود دارد. تمام آمادگی ها در نظر گرفته شده برای تامین امنیت انتخابات، خصوصاً برای روز انتخابات. وزارت دفاع بازوی اصلی وزارت داخله برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی است. راه اندازی عملیات ویژه بخشی از برنامه این نهاد برای امنیت انتخابات است. شدت عملیات‌های تهاجمی یک هدف شمی است که ما به خاطر انتخابات پارلمانی صلح و ثبات و امنیت تامین کنیم و مردم افغانستان در یک فضای آرام با پای صندوق بره. برای رهبری کمیسیون انتخابات، کوچکتر کردن و کاستن از تعداد حوزه های رای دهی گزینه مطلوب برای تامین امنیت انتخابات پیش روست. روز انتخاباتان در بعض جا شاید مشکلات روبرو شد، ولی کمیسیون هر آنجایی که امن باشه و هر آنجایی که ثبت نام شده صورت گرفته باشه و هر آنجایی که نیروهای امنیتی ما با ما اطمینان داده، ما اونجا میریم صندوق میمونیم و انتخابات میکنیم. انتخابات پارلمانی 28 میزان یا مهر از دید بسیاری آزمون برای سنجش توان نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات سال آینده ریاست جمهوری است. در انتخابات پارلمانی سال 2010 حدود 280 هزار سرباز در سراسر افغانستان بسیج شده بودند. همزمان چتر حمایتی بیش از 100 هزار سرباز بین المللی هم روی سر نیروهای امنیتی افغان بود. در انتخابات پیشرو نقش 14 هزار سرباز بین المللی باقی مانده بیشتر مشوره دهی به سربازان افغان و در موارد هم پوشش هوایی محدود خواهد بود. نجم‌الله، بی بی سی، کابل.